سلام و وقت بخیر، خوش آمدیم به جلسه بعدی. جلسه امروز ما راجع به منوی ادیت است. منوی ادیت یک حاوی گزینه هایی می باشد که اکثرا در جریان کار تدوین مورد استفاده قرار می گیرد که آشنایی با این واقعا ضروری است، مخصوصا اگر شما تدوین میکنین. خب بعضی از گزینه ها را اینجا برای شما نشانی کرده که برای شما ما تشریح میکنیم. خب گزینه آندو ریدو، توسط این گزینه شما می توانید کارهای اجرا شده را دوباره به حالت اول یا توسط ابزار ریدو عملی برعکس آن را انجام دهید. کلید میان بر برای این گزینه کنترل زد است و برای ریدو کنترل شفت زد می باشد. خب ببینید، مثلا من اینجا چند برش انجام می توم و یکی دو تا ویدیو رو حذف میکنم. وقتی به کنترل زد میگم چی میکنم؟ پس به حالت اول می آیم. اگر میبینم خب نه، پس همون حذف کردگی هایم درست بود، چی میکنم؟ کنترل شفت زد میکنم، پس به حالت پیش، یعنی به عقب میگردانه و به پیش میبره کارهایی که کردیم. پس به حالت اولش میاره یا پس به حالت قبلی که بعدا انجام داده بودیم چی کار میکنه؟ او را برای ما شما میاره. cut copy paste. خب شما شاید با کاربرد این گزینه ها از قبل آشنایی داشته باشید. گزینه های فوق عملیه های کپی، کات و پیست را اجرا می کند. خب شما چند چیز باید متوجه باشین وقتی مثلا این فایل از اینجا مثلا کپی میگم، وقتی کپی کردم ای پلی هید ما در هر جایی که موقعیت داشته باشه این ویدیو را از او به بعد پیست میکنه. بعضی موقع شما اگر متوجه نباشین وقتی اینجا پیست کنین چی کار میکنه؟ ویدیویی که در پایین بود او را حذف کرد، خودش جایگزینه چی میشه؟ جایگزینه از این ویدیو میشه. این را باید متوجه باشین. و همچنان کت. کت به این معنی است که از اینجا میوردارین این ویدیو را، مثلا در یک قسمت پیستش میکنین. کپی یک نمونهش میگیره، یک کپی از رو میگیره و کات از اونجا کلا نمون فایل انتقال میده یک جای دیگه. چیکار میکنیم؟ انتقال میده. پیست انزرت چیکار میکنه؟ فرق بین پیست عادی و پیست انزرت چی است؟ ببینید، من مثلا این سه دانه فایل کپی بگم، اگر من پیست کنم، تنها پیست بگویم چی میکنه؟ ویدیوهایی که در زیر دی ترک هر چقدری که بود واره حذف کرد، خودش جایگزین شد. اما پیست انزرت چی کار میکنه؟ پیست انزرت امیجا که خط پلی هید ما است، امیجا این ویدیو را برش میکنه، ویدیوهای این خود ویدیوها دور میشه و این ویدیو کلش دور شد و این ویدیوی که قبلا کپی گفته بودم چی میشه؟ این در جایش جایگزین میشه. یعنی پیست انزرت به این معنی است که ویدیوهای پایین خود حذف نمیکنه و خودش جایگزین میشه و هر جایی که پلی هید ما قرار داشت و هر جایی که میخواستیم چی میکنه؟ امون قسمت ویدیو را برش میکنه و ویدیوهایی که طرف سمت راستش از کلش دور میکنه، خودش با اندازه خود جایگزین میشه. پیست اتریبیوت چی کار میکنه؟ اگر یک ویدیو کلپ که حاوی افکت نیز باشد و شما آن را کپی کنید، توسط این گزینه شما میتوانید فقط افکت ویدیو کلپ مذکور را روی ویدیو دیگر پیست کنید. خب ببینید، یک مثال من اینجا برای شما انجام میتم. اینجا میایم، مثلا میایم در قسمت افکت، مثلا یک تایم کد مندازم. اینجا شما متوجه باشید که اضافه شد، درست؟ میایم در قسمت ویدیو، مثلا در قسمت ایمیج کنترل یک افکت دیگر هم مندازم، مثلا تقریبا سیاه سفید شد. میایم در قسمت موشن، مثلا سایز ویدیو رو یک ذره خرد میکنم. سه چهار تغییرات در روی ویدیو آوردیم. ما وقتی بخوایم اینجا این را کپی بگویم، وقتی کپی گفتم خود اصل خود ویدیو را کپی گرفتیم، اما میم اینقدر ویدیو دیگر را چیکار میکنم؟ انتخاب میکنم، میم روی منوی ادیت چی؟ پیست اتریبیوتس که شورتکتش کنترل آلت وی است یا کلید میان برش است. ببینید اینقدر گزینه ها برام میآید، میگه
تغییراتی که موشن ما یک بخش کار کردیم، ویدیو را خورد کردیم. اپسیتی اگر کار کرده باشیم، تایم ریمپینگ اگر کار کرده باشیم، تایم کد، کلر پاس، دو تا افکت برش انداختیم، کلر پاس و تایم کد انداختیم. اگر صدا تغییرات داده باشیم، صدایش هم همچنان. وقتی روکی کنیم، ببینید خود ویدیو در جایش هست، خود ویدیو نامد، اما امو تغییراتی که سر از ویدیو آورده بودیم چی میشه؟ روی ویدیوی بعدی اعمال میشه. خوبی کار در چی است؟ که از وقت ما زیاد تلف نمیشه. نمیشه که مثلا با امی سه تا افکت برای هر کلپ چی کار بکنیم، ما شما جدا جدا کار بکنیم. بالا یک کلپ کار میکنیم، روی کلپ های دیگه کپی پیست اتریبیوتس میکنیم، خلاص. امو کار با یک بارگی برای ما شما چی میکنه؟ انجام میده. ریموو اتریبیوتس. توسط این گزینه شما میتوانید افکت یا هر تغییری که دیگر یک بالای کلپ که یک ویدیو کلپ اضافه کردید حذف کنید. خب میم پس همین ویدیو را کلش از انتخاب میکنم. همون تغییراتی که از اون کلپ دیگه کپی پیست اتریبیوتس کرده بودیم چیکار میکنه؟ میتونیم پس ریمووش کنیم. بعضی وقتا میخوایم خب موشنش ریموو نشه، اما دیگه ریموو شوه. هر کدام بخوایم از بین نره، او را از حالت تیک مارک میکشیم. چی میشه؟ پس در حالت اول آمد. کارهای کدیمه چی میکنه؟ ریموو میکنه. گزینه بعدی ما شما کلیر است. توسط این گزینه شما میتوانید یک ویدیو کلیپ رو از پنل تایملاین حذف کنید. خب میتونیم از بک اسپیس یا دلیت هم استفاده کنیم. ببینید این دو کلیپ رو نمیخوایم. بک اسپیس هم میزنم یا میرم در منوی ادیت. چی میگم؟ کلیر. که مشارکتش بک اسپیس است. کلیپ ها حذف شد و جایش خالی ماند. گزینه بعدی ما ریپل دلیت است. این گزینه طوری عمل میکنه که اگر یک ویدیو کلیپ را حذف کنید، ویدیو کلیپی که در کنار آن قرار دارد به صورت خودکار جای خالی آن را پر میکند. شما همیشه هیچ وقت تنها از کلیر استفاده نمیکنیم و نباید استفاده کنیم، بخاطر که هیچ وقت در بین فریم، در بین کلیپ های ما شما فریم سیایی هیچ وقت نباید باشه. صحیح است؟ ببینید همیشه چی کار میکنیم؟ شارتکت ریپل دلیت چی است؟ شیفت دلیت است. خب شیفت دلیت که بزنین خودش او کلیپ دلیت میشه و کلیپ که در پشت سرش بود چسبیده بود به کلیپ این طرفی خودم میچسبونه. مثلا بازم انتخاب میکنم، میایم در منوی ادیت، ریپل دلیت، شیفت دلیت است. ببینید شارتکت شیفت دلیت است یا شیفت بک اسپیس هم است. انتخاب میکنین، وقتی که انتخاب کردین او کلیپ حذف میشه، کلیپ بعدی چی میکنه؟ پشت سرش میچسبه. خب فایند، اگر فایل را در پنل گم کرده باشید، توسط این گزینه شما میتوانید آن را جستجو کنید. اما گزینه که قبل در جلسه قبلی ما شما اشاره کردیم برش، مثلا میایم منوی ادیت که کنترل اف از شارتکتش، مثلا نام فایل رو نوشته میکنیم، مستقیم در صفحه پروژه چی میکنه؟ برای ما شما پیدایش میکنه. هر فایلی که با او چی باشه، مثلا باید نامش مشخص نوشته کنیم که دقیق همون فایل برای ما شما چی کار کنه؟ پیدا کنه. گزینه بعدی لبل است. توسط این گزینه شما می توانید ویدیو ها و فایل ها را هم در پنل پروژه و هم در پنل تایملاین به اساس رنگ کاتگوری کنید. کاربرد از این دقیقاً چی است؟ ببینید بعضی موقع فکر کنید ما شما سه تا کلیپ داریم، سه نفر درباره یک موضوع حرف زده. یکیش بهتر حرف زده، مثلا بیشتر موضوع را تشریح کرده، یکیش خوب نگفته، یکیش مثبت گفته، یکیش منفی گفته. نظر به او، نظر به نیاز پروژه ما شما، دفعتا تصمیم گرفته نمیتونیم. ما شما ادیتور هستیم یا تدوینگر هستیم، ما شما تصمیم گرفته نمیتونیم دقیق کدام کلیپ از این استفاده کنیم. به اساس رنگ پیش خود، به خاطر که مجبور نشیم ببینیم نه این فامیل مثلا کدام نفر از چی حرف زده، صحیح است، کدام از چی است. مرسیش یک دفعه میشنم، باز نظر به ضرورت چی کار میکنم؟ لبل میتونم. مثلا در اصل استاندارد کلشان چی ایرس میباشه؟ مثلا
برای این کلب که زیاد خوب نیست، برای چی را انتخاب میکنم؟ این گزینه را انتخاب کردم. صحیح است؟ ببین رنگی وقتی تایملاین دارم رنگش تغییر میکنه. برای این مثلا زیاد به نظر ما خوب نبود، کلب خوب نبود، اما بازم باید ابروی دایرکتر مثالش بشینیم بشنوه که میخواه یا نمیخواه. برای این مثلا یلو را انتخاب میکنم. ببین فکرم انتخاب نشد. یلو مثلا این مثلا در این کلب مثلا نفر بهتر حرف زده بود. کلب سوم مثلا بسیار عالی که حرف زده، البته نگاه دیدی یک ادیتور یا تدوینگر که باز ببینه دایرکتر چی میگه. مثلا این را بلو انتخاب میکنه. میتونیم هم در اینجا رنگش برای ما شما مشخص باشه که راحت تر پیدا کنیم، هم در تایملاین که بریم چی رنگای مشخص میگیره. بالای کیفیت تاثیر کیفیت خود ویدیو هیچ تاثیری نداره، صرف یک نشانی کردن است که کار ما رو در وقت تدوین چی کار بکنه راحت بسازه. Removed unused clips. توسط گزینه شما میتونین آن دست فایل هایی را که در پنل پروژه وارد کرده گردیده است ولی مورد استفاده قرار نگرفته هست کنین. ببینین ما سه دانه ویدیو را در تایملاین خود میارم. دیگه سیکونس ها را حذف میکنم، این سیکونس ها را حذف میکنم. سیکونس هم هست میکنم. ببینید اینجا من ویدیو زیاد دارم، من فقط سه تا ویدیو را استفاده کردیم خلاص. میم در منوی ادیت ریموف unused clips یا unused تنها سه ویدیوی ما که استفاده کردیم اینجا میمانه خلاص. دیگه کلپ ها از اینجا چی میشه؟ بعضی وقتا امکان داره ما شما 100 200 300 دانه یا چند بعضی وقتا امکان داره چند هزار کلیپ در ویدیو خود داشته باشیم. وقتی تقریبا پروژه ما فاینال است و میفهمیم که هر قدر ویدیو یا مواد جدید اضافه شده باشه چی میشه، پروژه ما شما سنگین میشه. خوبیش است که وقتی تقریبا ادیت ما فاینال شد و احساس میکنیم که بسیار از ویدیو رو دیگه استفاده نمیکنیم، یعنی در صاحب پروژه ما در پنل پروژکت ما نباید باشه به خاطر که بتونیم راحت دیگه فایل ها رو پیدا کنیم، چیکار میکنیم؟ امو سکانس فاینال خود میمونیم، دیگه سکانس دیگه هم نباشه. بعد از اون چیکار میکنیم؟ اگر ویدیو در سکانس های بعدی استفاده شده باشه و یه دیگه سکانس داشته باشیم، باز اون ویدیو را حذف نمیکنه. با این مونوس که دیگه هم سکانس ها را میشناسه. فقط یک سکانس دارم و در این سکانس ما سه تا ویدیو استفاده شده، دیگه هر چقدر ویدیو که داشتم کلش از چیکار کرد؟ حذف کرد. ادیت اوریجینال چی کار میکنه؟ توسط این گزینه شما میتوانید فایل اصلی را باز نموده و مورد ویرایش قرار دهید. خب این گزینه زیادتر بالای کدام چیزا تاثیر داره؟ یعنی کدام فایل ها را باز میکنه؟ ادیت اوریجینال به این معنی است که بریم مثلا اینی فایل پی اس دی فتوشاپ است یا پروژه افتر افکت است یا الستریتور است یا آداب ادیشن است، چیکار میکنم؟ بخوایم پس این فایل از اونجا باز کردیم، پس بخوایم در اونجا باز کنیم. وقتی یک ویدیو خودش در اصل فایل اصلی است و هیچ نیمه کاره یا به حساب از فتوشاپ نیست، از افتر افکت نیست، به اون خاطر معمولا چیکار میکنم؟ این در پلیر برای ما شما پلی میکنه، چون نیمه کاری کدام سافتیر دیگه نیست. ما جلسه بعدی فتوشاپ انسال میکنم، باز ما شما میتونیم کار فتوشاپ و افتر افکت یه چیزا را با هم انجام بدیم. یعنی یک فایل یک پروژه دیگر چی میکنه؟ برای ما شما میتونیم در سافتیرش باز کنیم. با تشکر، و این بود جلسه امروز ما شما. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.